سلام، احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خدا رو شکر، مسعود هستم از کانال ماش تیوی. امروز در خدمتتون هستیم با یه موضوع جذاب باحال، اونم مهاجرت از طریق تحصیلات در مدارج عالی. ما توی ویدیوهای قبل اگر که دیده بوده باشین با سارا صحبت کردیم. سارا با دیپلم از ایران اومد اینجا و شروع به ادامه تحصیل کرد که همچنان هم اینجا مشغوله. اگر شد یه ویدیو جدید دیگه براتون درست میکنم با سارا. ولی امروز یه دوست باحال داریم، علی آقا، که از طریق مهاجرت، حالا هم شغلی هم تحصیلی میشه گفت، خودش بهتر میتونه براتون توضیح بده. قبل از اینکه بریم علی آقا صحبتاش رو شروع بکنه، بهتون بگم که اگر که تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً حتما سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، من به تمام کامنتاتون جواب میدم. اگر کار رو دوست داشتی لایک بکنید. بزن بریم. سلام، من علی هستم. حدود یک ساله که مهاجرت کاری داشتم به آلمان و از طریق مدرک لیسانس به آلمان مهاجرت کردم. یعنی با لیسانس میشه اومد آلمان؟ چون با دیپلم میدونستم، ولی با لیسانس؟ با فوق دیپلم هم میشه در واقع شما ویزای کاری بگیری و بیای آلمان. یعنی مهم اینه که تو آلمان کار پیدا کنی. دقیقا. مهم نیست که مدرک توی چه شاخه‌ای باشه؟ ببین، شاخه‌ها در واقع تفاوتشون از این نظره که نوع ویزایی که به تو میدن متفاوت میشه. مثلا داریم خیلی وارد بحث تخصصیش میشیم، ولی دیگه مجبوریم شروع کنیم. مثلا شاخه‌های مهندسی حتما باید شما سابقه کار مربوط به مدرک تحصیلیت باشه. آقا بیا یه جور دیگه شروع کنیم که زیادم بحثمون پراکنده نشه. من یه جوونم تو ایران، میخوام مهاجرت کنم، مثلا مدرک تحصیلیم هم لیسانسه. امروز صبح خواب بلند شدم، تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم. اولین قدم چیه؟ ببین، این چون این سوالو همه میپرسن، دقیقاً من از زمانی که اومدم خیلی این سوالو پرسیدن. اولین قدم زبانه. زبانه؟ خب نه، ببین، زبان اولین... موقعی که تو مطمئن باشی که میتونی اینجا کار بکنی، این اون موقع است، درسته؟ آره. ولی خب نه، من میخوام ببینم پیش نیاز چیه، تو چه چیزایی احتیاج داری که میخوای بیای اینجا و میدونی که خب حالا من این پیش نیازها رو دارم، باید برم زبان بخونم. ببین، آلمان کلن نیروی کار نیاز داره و به خاطر همینه که من میگم اولین قدم زبانه. چون شما اگر بتونی با هر مدرکی، با دیپلم، حتی با فوق دیپلم، با لیسانس، میتونی با روش‌های مختلف اینجا مهاجرت داشته باشی. حالا بعضی از دوستان مثلا دیپلم دارن یا فوق دیپلم دارن، از طریق آوسبیلدونگ میان اینجا. حتی ما آوسبیلدونگ آرایشگری هم داریم. اگر تو بتونی اپلای بکنی و اون شرکت به تو قرار داد بده، دیگه سفارت کاری نداره که تو چه مدرکی داری، چه تحصیلاتی داری. سفارت به تو موظفه که ویزا بده. به خاطر همینه که من میگم اولین استپ اینه که تو زبان بلد باشی، با اینها صحبت بکنی. بستگی داره. اگر میخوای در واقع نوع کارت، مثلا اونایی که تو زمینه پزشکی هستن، پرستاری هستن، خب مسلما چون با صحبت کردن باید کار بکنن، اینها باید لول حداقل برای اینکه بتونن خودشون رو نشون بدن که آقا ما میتونیم اینجا کار بکنیم، باید به اسوای B2 داشته باشن. B2. آره. اینا لول بندی از چی شروع میشه؟ از A1، A1 شروع میشه. آ1. که این استاندارد برای زبان انگلیسی هم همینطوره. A1، A2، B1، B2، C1، C1. خب یعنی حداقلش باید B1 و هر کسی میخواد بیاد اینجا داشته باشه. B1 حداقل. آها. یعنی شما هر کاری که میخواین اینجا شروع بکنین، پیش نیازش گرفتن مدرک تحصیلی، یعنی همون ببخشید مدرک زبان آلمانی B1 که تو آلمان بهش میگن B1. من یه پرانتز باز کنم، مدرک زبان نیاز نداری. یعنی تو وقتی میخوای مهاجرت کاری داشته باشی،
الزام نداره که بخوای بری بگی که بری امتحان زبان مثلا توی گوته یا حالا تلک یا هر جای دیگه بخوای بدی مدرک زبان داشته باشی. پیش نیازش اینه که تو بتونی صحبت بکنی. همین. خب دیگه این که ما میگیم مدرک زبان B1 یعنی دوره B1 رو گذرونده باشی که بتونی صحبت بکنی. ولی من خودم B1 رو خونده بودم تا آخرش در واقع، ولی مصاحبام رو با زبان انگلیسی دادم. آه یعنی ممکنه که مصاحبت هم دقیقاً این که میگم بستگی داره. دقیقاً بستگی به شرکت داره، بستگی به رشته تحصیلی داره، بستگی به کاری که میخوای انتخاب بکنی داره و همه اینها. ولی مجموعاً شما باید بتونی با یک زبانی غیر از فارسی صحبت بکنی. خب بذاریم ما هر قسمتی که صحبت میکنیم من یه جنبندی میکنم به عنوان یه شنونده، اگر اشتباه میگم تو تصحیحش بکن. ببینید اینجوریه که شما اگه تصمیم بگیرید بخواید بیاید اینجا با مدرک تحصیلی یا برای کار بخواید بیاید اینجا، باید زبان بلد باشین. الزاماً مدرک نمیخواد، ولی خب چون که کلاس میریم بتونن مدرک خود به خود میدن و حداقلش میشه مدرک B1 و بستگی به اون شرکت یا اون کارفرمایی داره که شما اینجا پیدا میکنین. اون کارفرما اگه شما رو به زبان انگلیسی، زبان اسپانیایی یا هر زبان دیگه قبول بکنه به شما یه اصطلاح دعوتنامه میده یا یک نامه برای زبان، اون چیزی که سفارت میخواد، یا نامه اشویقشن کنت نیسه اصطلاحا میگن، یا دانش زبان. اون نامه رو که به شما بده سفارت اون نامه رو به عنوان مدرک زبان شما قبول میکنه. تموم شده رفت این بخش اول، بریم حالا سراغ قسمت دوم ماجرا. این چیزا رفته تو موات سفیده. اینا رو کات نکنی وسطش ها، بذار باشه. نه اینا بذار باشه، این جزا بده کار. قدم بعدی اینه که شما مدارک تحصیلیتون رو ترجمه بکنی. برای گرفتن مدارک تحصیلی از دانشگاه شما نیاز دارین که اگر دانشگاه دولتی هستین، اگر سابقه بیمه دارین که خیلی راحت میرین با توجه به میزان سابقه بیمه تون مدرکتون رو آزاد سازی میکنین، اگر هم سابقه بیمه ندارین با یه هزینه ای که باید پرداخت بکنین در واقع مدرک رو آزاد سازی میکنه. این برای دانشگاه دولتی. دانشگاه آزاد هم که مشکلی نداره، میرین درخواست میدین، حالا یه سری مراحلی داره که به صورت در واقع اینترنتی و یه سری کارهایی باید انجام بدین و آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات خیلی مهمه. این دوتا مدرک رو شما در واقع از دانشگاه تحویل میگیرین تا ترجمه کنین مدارک رو و تاییدیه زاب رو بگیرین که حالها در مورد تاییدیه زاب صحبت میکنیم. خب اینجوری شد که آخرین مدرک تحصیلیت به اضافه ریز نمراتت باید بری از هر دانشگاهی هستی اینا رو دقیقا بگیری، ترجمه کنی، ببری سفارت، یا نه هنوز هیچ کاری نباید بکنی؟ نه الان سفارت نیاز نداری. این زابی که گفتی چیه؟ شما توی دانشگاه ایران تحصیل کردین، پس نتیجتاً باید مدرک شما معادل سازی بشه در آلمان. آها خب. وظیفه سازمان زاب ZAB اینه که مدرک مال آلمانه. مدرک تحصیلی شما رو با در واقع مدرک مثلا بچلر دارین، شما لیسانس دارین، با بچلر آلمان مطابقت بده. که اگر که مثلا کم بودی بود باید تو ایران جبران بشه، یعنی که میتونی اینجا جبران. ببین اصولا کم بودی نداره، چون ما در واقع اون سیلابس درسی که توی ایران میگذرونیم توی دانشگاه با سیلابس درسی اینجا تقریبا یکیه. این فقط به این دلیله که آلمان این نامه رو در واقع سفارت و شرکت ها و اداره مهاجرت، در واقع اداره کار و اداره مهاجرت، هر دوتا این مدرک رو نیاز دارن که این تطابق رو بدونن انجام شده. یعنی قبل از این که اصلا تو بری بگردی کارفرمایی پیدا کنی که به تو احتیاج داشته باشه، وقت سفارت بگیری یا هر کدوم از این کارها رو بکنی، باید بری زبانتو درست کنی، مدارک آخری مدارک تحصیلی و ریز نمراتتو ترجمه کنی و اینا رو ببری اداره زاب توی ایرانه یا توی آلمانه. تو اینترنتی باید بکنی این کار با پست؟ الان مراحلشو میگم. برای زاب باید
یه فرمی هست داخل خود سایتش که سایتش رو هم میگم شما من زیرنویس میکنم براتون. آره. طبق اون لینک شما یه سری مدارکی خواسته از شما اونا رو ترجمه میکنین دوی دارالترجمه رسمی که مربوط به زبان آلمانیه، اینها رو ترجمه میکنین، برای زاب ارسال میکنین و بعد از حدود 5 تا 6 ماه زاب به شما تاییدیه رو ارسال میکنه از طریق ایمیل و از طریق پست که همون تاییدیه‌ای که برای شما ایمیل میکنه برای شما کافیه. حالا چرا من میگم مرحله بعدی زابه؟ به خاطر اینکه موقعی که شما میخواین کار رو اپلای بکنین، درخواست کار بدین، اگر شما جزو ضمیمه مدارکتون زاب رو داشته باشین خیلی سریع‌تر و خیلی راحت‌تر به شما تایید کار میدن، یعنی رزومه شما رو با اعتبار بیشتری میبینن، میدونن که شما اقداماتی کردین و قصد مهاجرت دارین، به خاطر همین رزومه شما رو توی اولویت قرار میدن. من یه چیزایی رو بپرسم این لابلاش که یه ذره از یه نواختی هم در بده، خور حال بکنه، همچنین شوش آدم حال بیاد. چقدر طول کشید از روزی که تو درخواست کردی تا روزی که فهمیدی میتونی مهاجرت کنی و بیای اینجا؟ ببین من حدود 2 سال در واقع برای زبان زمان گذاشتم و از اواسط سال دوم، یعنی 1.5 سال که زبان خوندم، شروع کردم این در واقع اقدامات کارهای اداری مربوط به مهاجرت رو انجام دادن. یعنی تو 1 سال طول کشید تا حدود 6 ماه تا از زمانی که شروع کردم مدارکم رو ترجمه کنم و برای زاب ارسال کنم و اینها، حدود 9 ماه طول کشید تا مهاجرت کردم، قرارداد گرفتم و مهاجرت کردم. ببینید من جای شما بودم، اون کسایی که میخوان مهاجرت کنن، قصد مهاجرت دارن، اولین کاری که میکردم همین الان بلند شدم میرفتم زبان میخوندم. مدرک تحصیلی رو بدین زاب، چون یه چیزایی هست زمان بره، 5 تا 6 ماه میگه زمان میبره. این 5-6 ماه موقعی که داری زبانت میخونی اینا به مساوات هم جلو بره. شما 6 ماه اینجوری اگر که ایشون هم خبر داشت حتما این کارو میکرد، اینجوری 1 سال داخل زندگی جلو میافتید. بعد از 6 ماه 7 ماه هم به آینس تو گرفتی، همون مدرک زبان آلمانی تو گرفتی، هم مدارکتون ترجمه شده، هم از اون لحظه به بعد میتونید برید دنبال اون کاری که میخواید انجام بدید که الان ما میخوایم در موردش صحبت کنیم که آقا ما زبانمون رو درست کردیم، نامه جواب زاب اومد، همه چی اوکیه. خب حالا من میخوام برم از کجا باشم شروع کنم؟ تازه الان قشنگ میشه ماجرا. زمان اینه که یک رزومه خوشگل بنویسین. مهمترین اقدام برای مهاجرت رزومه نویسیه. یکی از دوستان بود، حالا یعنی غریبه بود، به من پیام داد گفت آقا من شما چجوری رفتین تو این زمان کم؟ من 2 ساله دارم رزومه آماده کردم، دارم اپلای میزنم و هیچ تاییدیه‌ای نگرفتم، هیچ کاری نتونستم بگیرم. رزومه‌شو برای من فرستاد، دیدم که اصلاً هیچ استانداردی رو رعایت نکرده. رزومه نویسی مهمترین اقدام برای مهاجرته. چرا؟ چون شما میخوای به صورت کاری مهاجرت بکنی. چرا؟ چون شما اینجا میخوای کار پیدا بکنی، میخوای کارفرما رو متقاعد کنی که شما تجربه داری، شما سابقه داری، شما مناسبی برای این کار. هیچ ارتباطی به غیر از ارتباط تصویر با کارفرما نداری، پس کارفرما رو باید مجاب کنی که شما خوبی که به شما قرارداد بده و هزینه‌هاش هم کم نیست. بگم وسط حرفت، این چیزی که علی میگه مربوط به کسی که از ایران میخواد یا از کشور خارجی میخواد بیاد تو آلمان نیست. من به عنوان کسی که سال به سال اینجا دارم زندگی میکنم، هر موقع میخوای بری یه کار عوض بکنی، کار جدید بگیری، اولین روزت میخوای بری یه جای کار بکنی، اگر که رزومت قشنگ نباشه، من اینجوری بهتون بگم، اگه قشنگ نباشه، همه چیزت خوب باشه، نمیدونم تجربه داشته باشه، همه چیز، بعد برداری اینو توی پوشه زشت بذاری و اون چیزات و مرتبرگاه رو به ترتیب اولویت نذاری، باز که میکنن میگن این وقتی برای این وقت نذاشته برای منم وقت نمیذاره، میبندش میندازش اونور به همین راحتی که داری میشنوی. چون من اینجا بارها و بارها دیدم کسایی بودن که تخصصای خیلی خوب داشتن، ولی خب بخوام راحت بگم ایرانی وار، اینو 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 میخواد، گذاشته یه منگنه زده داده،
بعد جواب گرفته نه. برای چی؟ برای اینکه اصلا نگاهش نمیکنن، بازش میکنن، میبینن این شکلیه، میبندنش، میرن سراغ فایل بعدی. ببخشید این دوست من وقتی رزومه شو به من فرستاد، من نکاتو بهش گفتم، ادیت کرد فرستاد، چندین بار رفت و برگشت، در حد دو سه هفته در واقع زمان برد تا این رزومه اوکی بشه. رزومه اوکی شد، دو هفته بعد به من پیام داد، من یه مصاحبه گرفتم. و مصاحبه گرفتن بهترین، خوشحال کننده ترین خبریه برای شما. این یعنی شما رزومه خوبی دارید و میتونید توی آلمان کار پیدا بکنید. درسته توی مصاحبه چند بار ممکنه 10 تا مصاحبه بدی رد بشی، ولی همین که شما رو به آره مصاحبه دعوت میکنن، این مهمترین چیزیه که نشون میده شما رزومت اوکیه. دقیقا. بعد من میخوام ببینم که سابقه کار توش مهم هست نیست. یعنی یه کسی که تازه دانشگاهش تموم شده واقعا هیچ شانسی نداره بیاد، چجوریه اینا؟ ببین آلمان، حالا خودت بهتر میدونی، آلمان اینجوریه که اگر کسی بی سابقه باشه باید دوره آوسبیلدونگ بگذرونه. درست. حالا خودشون چون توی تحصیلاتشون، توی در واقع سلسله مراتب تحصیلشون آوسبیلدونگای متفاوتی دارن. آوسبیلدونگ بچه‌ها کارآموزی، مثل کارآموزی توی ایران میمونه دیگه. حالا این کلمش چند بار گفتم بگم جریانش چیه. خب چون این کارآموزی یا آوسبیلدونگای متفاوتی میگذرونن، اینها دیگه با سابقه میشن و وقتی که مدرک تحصیلشون رو میگیرن عملاً وارد میتونن وارد محیط کار صنعتی حالا یا محیط کار بشن. ولی ما اونجا این کارآموزیامون خیلی، خود بچه‌ها میدونن، خیلی فرمالیته است و فقط به خاطر اینه که زمان رد شه، نمره گرفته بشه. به خاطر همین اگر سابقه کار ندارن باید اینجا برای آوسبیلدونگ اقدام بکنن. اگر سابقه کار از 3 سال به بالا دارن به راحتی میتونن برای کار اقدام بکنن. بهترین خبر این. خیلی هستن تو ایران این چیزهای خیلی ساده رو نمیدونن. همیشه من خودم به عنوان کسی که خب سالهای سال تو ایران زندگی کردم، همیشه فکر میکردم برای مهاجرت کردن یه راه بسیار پرپیچ و خم سخت عجیب غریبی رو باید طی بکنیم. بیشتر کوه و کمر و دریا و این چیزا تو ذهن آدم ها میاد، ولی همیشه هم اینجوری نیست. یه ذره که شما تخصص داشته باشین، یه ذره هم که به خودتون تکون بدین، شاید بتونید سال دیگه شما همینجا نشسته باشین یه ویدیو پر بکنید برای کسایی که داخل ایران هستن، بگین که من این کارو کردم، پارسال فلان ویدیو رو دیدم، الان خودم اینجا. واقعا دور از باور نیست، خیلی ها اومدن اینجوری اومدن. من توی کانال خودم علی رو دارم که نمونه روشن یه آدم موفقه که توی ایران زحمت کشیده و به کارهایی که بلد بوده باور داشته، الان هم اینجاست داره زندگیش میکنه. سارا هم همینطور، اون که با دیپلم از ایران اومد و واقعا جای تعجب داره که خیلی ها شاید اصلا باور نکنن و همین الان هم نشنیده باشن که با دیپلم میشه از ایران مهاجرت کرد. فقط شما کافی اپلای بگیرید. اگر که دوست داشتین برین اون ویدیو رو هم ببینین. ما بخواد اینکه ویدیو طولانی نشه بحثمون رو همینجا تموم میکنیم. منتظر ویدیو بعدی و مراحل تکمیلی باشین. به زودی ویدیو بعدی رو میذارم که زیاد منتظر نمونین. فقط قبل از اینکه باتون خدافظی بکنیم، من بهتون بگم که اگر که کارهای ما رو دوست داشتید حتما ما رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید. اگر که تا حالا سابسکرایبمون نکردید لطفا حتما سابسکرایب بکنید و اینو بدونید که مسجد شما رو خیلی دوست داره.